به نظر میرسه که سامسونگ دیگه نمیخواد گوشه سری نوتش رو تولید کنه. شایعات اینجوری میگن که سامسونگ میخواد استراتژیش رو کلن عوض کنه، یعنی نیمه های اول سال رو بذاره واسه معرفی پرچم‌دارای معمولیش مثل گلکسی اس، نیمه دوم سال رو بذاره رو گوشه یکم خاص‌تر و منحصر به فردترش مثل گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ. گلکسی زد فولد 2 نسل سوم گوشه تاچ سامسونگه که بعد از گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ راهی بازار شده. امروز ما میخوایم این گوشه رو بررسی کنیم، ببینیم که چه مزایا و معایبی داره، ببینیم که آیا اصلا ارزش قیمت 2000 دلاریشو داره یا نه. گلکسی زد فولد 2 که حالا بعضیا بهش زی فولد 2 هم میگن، یه جورایی ترکیب نسل اول و نسل دوم گوشه تاچ سامسونگه. از نظر طراحی که شبیه نسل اولشه، چرا که اینجوری باز و بسته میشه و ابعادش هم شبیه به همونه، اما از نظر تکنولوژی ساخت نمایشگر و یه سری موارد دیگه خیلی شبیه زد فلیپ شده. وقتی گلکسی فولد 2 رو برای اولین بار تو دستتون میگیرید، طبیعتاً اولین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه طراحی خاص این گوشیه. این گوشی هم دقیقاً مثل نسل قبلیش دو تا نمایشگر داره، یه نمایشگر بیرونی و یه نمایشگر داخلی. حالا در مورد نمایشگر بعداً بیشتر توضیح میدم، اما بذارید یکم به طراحی این دستگاه بپردازیم. تو قاب پشتی گلکسی زد فولد 2 یه محفظه مستطیلی شکل برای دوربینا طراحی شده که 3 تا سنسور توش قرار گرفتن و یه فلش LED. این مستطیل یکم برآمدگی بزرگی داره، واسه همین فکر میکنم که اگه روی سطح صاف بذاریم و باش کار کنیم یکم گوشی لق بخوره. ببینیم جنس این قابم شیشه‌ای به نظر میاد، اما این فریم دور گوشی آلومینیومی هستش که همونطور که میبینید این سمت راستش کلیدهای تنظیم صدا قرار گرفتن و اینم کلید پاور دستگاهه که سنسور اثر انگشتم با همین کلید پاور یه پارچه است. از نظر سرعت سنسور اثر انگشت این گوشی واقعا سریع و جاشم به نظر من یه جای کاملا ایدئاله، خیلی در دسترس و راحت هم بهش میتونید دسترسی داشته باشین و گوشی رو باز کنید. تو لبه سمت چپ گوشی هم فقط شیار مخصوص سیم کارت قرار گرفته. لبه بالای دستگاه یه سمت بلندگو قرار داده و یه سمت میکروفون حذف نویز. لبه پایینش هم یه بلندگوی دیگه قرار داده و یه پورت USB-C برای شارژ و یه میکروفون مکالمه. خب این طراحی الان دو تا نکته داره. یکی اینکه خبری از جک هدفون نیستش، یعنی اینکه اگه می‌خواید از هدفون استفاده کنید باید از همین هدفونای استفاده کنید که پورت USB-C دارن، یا نه شما که وقتی 2000 دلار پول خرید گوشی میدید یه هدفون وایرلس هم واسش میخرید. نکته دوم بلندگوییه که بالا پایین دستگاه قرار گرفتن، این یعنی که کیفیت صدای گلکسی زد فولد 2 استریوه. حالا البته این یک داستانی داره که اگه بخواید بازی کنید و گوشی رو به این صورت قرار بدین احتمالا هر دو تا دستتون بلندگوها رو بلاک میکنن، واسه همین باید یه گوشی رو 180 درجه بچرخونید و تو این حالت بازی کنید. البته اینم بگم و اگه میخواین اینجوری گوشی رو نگه دارین احتمالا لک انگشتتون روی دوربین میمونه، زمانی که بخواین یه بار دیگه از دوربین استفاده کنین احتمالا قبلش باید تمیزش کنین. نکته مهم دیگه که در مورد طراحی این گوشی باید بهتون بگیم اینه که گلکسی زد فولد 2 گواهینامه مقاومت در برابر آب و گرد و غبار نداره، یعنی که باید تا حد امکان هیچ گونه آبی بهش نزنید. تو محیطای پر گرد و غبار هم حواستون باشه دیگه. البته سامسونگ استراتژی طراحی لولا و کلا نفوذ گرد و خاک به این گوشی رو خیلی بهینه تر کرده، یعنی بعیده که گرد و خاک به زیر نمایشگر این دستگاه نفوذ کنه، ولی کلا باید با احتیاط باهاش رفتار کنید. گلکسی زد فولد 2 282 گرمه. این وزن واسه یه گوشی هوشمند یکم زیاده دیگه، یعنی تو استفاده طولانی مدت یکم ممکنه دستاتون رو خسته کنه. اما باید اینو در نظر داشته باشیم که این فقط یه گوشی هوشمند نیستش، گوشیه که میتونید به اندازه یک تبلت هم ازش استفاده بکنید. حالا این حالت باز و بسته تنها حالتهایی نیستن که از این گوشی میشه استفاده کرد. یه حالت فلکس مود هم داره که این به صورت 90 درجه حالا یا یکم بیشتر یا یکم کمتر قرار میگیره و استفاده تو از این حالت هم جالبه که اصلا میتونید اینو روی زمین بذارید رو مثل یه لپتاپ خیلی کوچیک باهاش کار کنید.
جالبه بدونید که یه سری از برنامه هم کلن واسه این حالت فلکس مود بهینه شدن. برنامه پیش‌فرض خود گوشی مثل ماشین حساب و دوربین و گالری و این داستان ها و یه سری برنامه دیگه مثل یوتیوب حتی که اگه اینو تو این حالت قرار بدین خودشون به صورت هوشمند تشخیص میدن که گوشی تو حالت فلکس موده. کلن گلکسی زد فولد 2 یه گوشه خیلی خاصه، واسه همین هر نکته‌ای که در مورد این گوشی وجود داره خاصه دیگه. مثلا وقتی این گوشی تو حالت بسته قرار داده، این یه فاصله بین این سمت و این سمتش وجود داره. یا مثلا وقتی نمایشگر رو که باز می‌کنید، این وسط یک حالت چروکی هستش. اینا مثلا ایرادایی هستن که شما نمیتونید تو گوشی دیگه پیدا بکنید، ولی چون گلکسی زد فولد 2 اینجوری طراحی شده اینا رو میتونیم به عنوان ایراد واسهش در نظر بگیریم. اما خب بازم باید قبول کنیم که اینا یک طراحی خیلی انقلابی دارن و قابل چشم پوشی همچین چیزی، به خصوص اینکه بعد یه مدت با گوشی کار میکنید کلا دیگه این واسهتون عادی میشه. حتی میدونید یه حس خیلی خوبی هم داره وقتی انگشتتون رو روش میکشید. نمایشگر داخلی این گوشی 7.6 اینچی و به غیر از اندازه یه سری تفاوت‌های دیگه هم با نمایشگر بیرونی که 6.23 اینچیه داره. مثلا این نمایشگر با فناوری داینامیک آمولد ساخته شده، نمایشگر بیرونی سوپر آمولده. این نمایشگر نرخ نوسازیش یا همون ریفرش ریتش 120 هرتز، اما نمایشگر بیرونی از همون نرخ نوسازی استاندارد یا 60 هرتز پشتیبانی میکنه. حالا این موضوع چه تأثیری تو استفاده ما از گوشی داره؟ تقریبا میشه گفت هیچی، به خاطر اینکه جایی که بیشتر از همیشه ریفرش ریت بالاتر به چشم میاد توی بازیه، مثلا بازیهایی که فریم ریت بالاتری اجرا بشن. ولی خب نمایشگر بیرونی گوشی که نسبت ابعاد 25:9 داره خیلی واسه بازی مناسب نیستش. واسه همین دیگه کلن نمیشه گفتش که این که نمایشگر بیرونی گوشی از 120 هرتز پشتیبانی نمیکنه یه ایراده. این نمایشگر هم کیفیت خیلی خوبی داره، با فناوری سوپر آمولد همونطور که گفتیم طراحی شده. در مقایسه با نسل قبلی خیلی بی‌حاشیه شده. اگه یادتون باشه گلکسی فولد کلن بالا و پایینش یه حاشیه خیلی بزرگی داشت نمایشگر بیرونیش و خیلی نمایشگرش کوچیک بودش. اما حالا حاشیه‌ها کلن بهینه شدند و حتی واسه این موضوع سامسونگ اومده دوربین رو از نوع پانچ هول یا همون حفره‌ای طراحی کرده واسه این نمایشگر. واسه نمایشگر داخلی هم همینطور، کلا حاشیه‌های اطراف نمایشگر خیلی خیلی کم شدن و دوربین سلفی که اینجا هم در نظر گرفته شده از نوع حفره‌ای هستش. سامسونگ برای نمایشگر ترشوی این گوشی از فناوری اولترا تین گلس یا همون شیشه خیلی باریک استفاده کرده. موقع کار کردن باهاش هم میتونید متوجه شین که جنس این نمایشگر متفاوت با اون چیزی که تو گوشی‌های دیگه حتی تو نمایشگر بیرونی دستگاه دیدیم. این نمایشگر بیشتر حالتی شبیه به پلاستیک داره تا شیشه و هنگام کار کردن با اون متوجه میشیم که از نظر مقاومت هم در اندازه نمایشگرهای شیشه‌ای که تو گوشی‌های معمول میبینیم نیست. در هر حال به نظر میرسه که این تنها تکنولوژیه که سامسونگ در حال حاضر میتونه تو گوشی‌های ترشوش ازش استفاده کنه. نکته‌ای که من همیشه تو بررسی گوشی‌های سامسونگ بهش اشاره کردم اینه که سامسونگ چون خودش تولید کننده نمایشگره، واسه گوشی‌هاش به خصوص گوشی‌های پرچم‌دار از بالاترین کیفیت نمایشگر استفاده می‌کنه. گلکسی زد فولد 2 هم از این قاعده مستثنا نیست طبیعتاً. سامسونگ برای این گوشی هم دو تا نمایشگر کاملاً با کیفیت با جدیدترین تکنولوژی استفاده کرده و واقعاً نمیشه ایرادی به نمایشگر این گوشی گرفت. هر دو تا نمایشگر هم دقت تصویر بالایی دارن، هم روشناییشون در سطح قابل قبولیه، هم نمایشگر داخلی که نرخ نوسازی 120 هرتز داره یه حالت اختصاصی ادابتیو مود داره. با فعال کردن این حالت خود دستگاه به صورت هوشمند تشخیص میده که چه محتوایی توی نمایشگر در حال پخشه. اگر نیاز بود نرخ نوسازی رو بالاتر میبره، اگر نبود تو همون حالت استاندارد نگه میداره. اینجوری مصرف باتری دستگاه هم بهینه تر میشه. یکی از ایرادایی که تو چند سال اخیر به سامسونگ وارد شده اینه که گوشی‌های پرچم‌دارش رو با دو مدل سخت افزارهای بازار میکنه. یعنی نسخه‌هایی که وارد چین، کره و آمریکا میشن با چیپست اسنپ دراگونن، نسخه‌هایی که تو بازار جهانی و ایران وارد میشن با چیپست اگزینوس. واسه همین این موضوع یکم باعث نارضایتی کاربرا شده. خوشبختانه سامسونگ گوشی خاص خودش مثل گلکسی زد فولد و گلکسی زد فلیپ رو فقط با یه چیپست که اونم اسنپ دراگون راهی بازار میکنه. این گوشی با اسنپ دراگون 865 پلاس راهی بازار شده.
این تراشه با 12 گیگرم و تو این نسخه با 256 گیگابایت حافظه داخلی همراه شده. البته یه نسخه 512 گیگابایتیش هم هست که اگه بخواید اونو بگیرید باید بیشتر از 2000 دلار هزینه کنید. اسنپ دراگون 865 پلاس یکی از قوی ترین پردازنده های موجود تو بازاره. نتیجه های بنچمارک این گوشی هم این موضوع رو به خوبی توضیح میده. امتیازی که گلکسی زد فولد 2 تو تستای بنچمارک به دست آورده جز بهترین های این رده به حساب میاد. ترکیب این سخت افزار پرقدرت و نمایشگر بزرگ و با کیفیت زد فولد 2 رو به یک گزینه ایدئال واسه بازی تبدیل میکنه. این گوشی به خوبی از پس اجرای همه بازی ها برمیاد. ما برای بررسی یه سری از بازی‌های محبوب روش اجرا کردیم مثل پابجی موبایل، کال آف دیوتی و آسفالت. اما یکی از موردایی که موقع اجرای طولانی مدت بازی بهش برخوردیم گرم شدن پشت دستگاه بود. به طور کلی عملکرد سخت افزاری گلکسی زد فولد 2 عالی بود و نمیتونیم ایرادی بهش وارد بدونیم. شاید تنها موردی که بتونیم به عنوان ایراد تو سخت افزارش بهش اشاره کنیم اینه که از کارت حافظه پشتیبانی نمی‌کنه. اما خب باید اینم در نظر داشته باشه که نسخه پایه این گوشی هم 256 گیگ حافظه داخلی داره، یعنی عملا به کارت حافظه نیاز خاصی پیدا نمی کنی. تو بخش طراحی گفتیم که گلکسی زد فولد 2 دو تا بلندگو داره، یکی تو لبه بالایی یکی تو لبه پایینی. این بلندگوها صدا رو به صورت استریو ارائه می کنند و از نظر کیفیت قابل قبولند. اما همون مشکلی که همچنان تو گوشی هوشمند هست و تو این گوشی هم می بینیم، یعنی مثل گوشی‌های معمولی صدای زیر رو بیشتر از صدای بم میشنویم. سامسونگ دو روش احراز هویت بایومتریک برای این گوشی در نظر گرفته. سنسور اثر انگشت که با کلید پاور دستگاه پارچه شده، تشخیص چهره که از طریق یکی از دوربین‌های سلفی زیر نمایشگر فعال میشه. هر دو روش سرعت و دقت خیلی خوبی دارن. اما اگه می‌خوایم بدونید از نظر امنیت کدومشون بهتره، از اونجایی که دوربین سلفی سنسور تشخیص عمق نداره، سنسور اثر انگشت امنیت بالاتری داره. نسخه 10 سیستم عامل اندروید با رابط کاربری وانیای 2.5 برای گلکسی زد فولد 2 در نظر گرفته شده. البته این نسخه از وانیای برای زد فولد 2 بهینه شده. یعنی چی؟ یعنی یه سری امکاناتی هستش که فقط توی این گوشی میبینیم. یکی از موارد خاصی که تو نرم افزار این گوشی در نظر گرفته شده، حالت کانتینیو اپه. که اگه فعالش بکنیم هر چیزی که تو نمایشگر بزرگ در حال نمایش باشه وقتی نمایشگر رو ببندیم تو نمایشگر کوچیک نمایش داده میشه. این البته برعکسش هم صدق میکنه. البته یه موردی که هست اینه که همه اپلیکیشن های گوشی به صورت کامل از این قابلیت پشتیبانی نمیکنن. یه حالت دیگه هم که تو بخش طراحی بهش اشاره کردیم فلکس موده که اونم برای یه سری از اپ‌های خاص فعلا بهینه شده. اگه تو چند سال اخیر با گوشی سامسونگ کار کرده باشید احتمالاً چشتون به منوی اج اسکرین خورده که با کشیدن انگشت از گوشه نمایشگر فعال میشن. تو این گوشی امکانش وجود داره که شما بتونید 3 تا برنامه رو توی اج اسکرین یک گروه درست کنید تا وقتی روش میزنید هر 3 تا برنامه به صورت اسپلیت اسکرین رو صفحه نمایش ظاهر بشن. ژست‌های حرکتی برای این گوشی هم در نظر گرفته شده. با فعال کردن تم تاریک میزان مصرف باتری کمتر میشه و منوی دستگاه به رنگ سیاه در میان. با قابلیت دیجیتال ویل بینگ هم میتونید ببینید که تا چند اندازه تو روز از گوشی استفاده میکنید، کدوم برنامه ها بیشترین استفاده رو دارن و چجوری میتونید مصرفتون رو کمتر کنید. به جز این موارد گلکسی زد فولد 2 سامسونگ از نظر امکانات نرم افزاری تفاوت دیگه با پرچم‌دارای سامسونگ نداره. طراحی خاص این گوشی باعث شده تا یه سری از قابلیت‌های نرم افزاری رو ما برای اولین بار تو این گوشی ببینیم. سامسونگ همه امکانات لازم برای استفاده از این قابلیت‌ها رو فراهم کرده. حالا نوبت توسعه دهنده‌های برنامه‌ها است که برنامه خودشون رو واسه استفاده از این شرایط سازگار کنن. یه چیزی که تا دلتون بخواد تو این گوشی زیاده دوربینه. 3 تا دوربین که تو قاب پشتی این گوشی در نظر گرفته شدن. این نمایشگر هم یه دوربین سلفی داره، نمایشگر داخلی گوشی هم یه دوربین سلفی دیگه داره. دو تا دوربینی که زیر نمایشگر گوشی ها در نظر گرفته شدن 10 مگاپیکسلی و از نوع عریضن. 3 دوربین قاب پشتی هم همشون 12 مگاپیکسلی هن. یکی از نوع عریض، یکی فوق عریض و یکیش تلفوتو. تو گوشی های معمولی دوربین های سلفی دو تا کاربرد دارن. یکی برای گرفتن عکسای سلفی، یکی هم برای مکالمات تصویری و ویدیو کال. اما از اونجایی که گلکسی زد فولد 2 یه نمایشگر ثانویه داره، بهتره که برای تصاویر سلفی از همون دوربین اصلی دستگاه استفاده کنید و فقط مکالمات تصویری رو با دوربینای سلفی انجام بدید. اینجوری کیفیت تصویرای سلفیتون هم خیلی بهتر از اون چیزی میشه که با دوربینای 10 مگاپیکسلی ثبت میشه.
دوربین اصلی دستگاه کلن کیفیت خوبی داره، تقریبا توی همه شرایط عکسای خوبی رو ثبت میکنه. اما اگر میخواید تصویرتون رو با دامنه دید بیشتری ثبت کنید، باید از دوربین 12 مگاپیکسلی فوق عریضش استفاده کنید که این دوربین هم کیفیت خوبی داره. البته این دوربین هم مثل همه دوربین‌های فوق عریض دیگه تو گوشه‌های تصویر یکم ابهجاج ایجاد می‌کنه. برای مواقعی هم که می‌خواید تصاویر رو با بزرگنمایی ثبت کنید، می‌تونید از لنز تلفوتو این گوشی استفاده کنید. این دوربین هم که مثل دوربین اصلی از فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال بهره می‌بره، تا زوم 2x رو به صورت اپتیکال ارائه میده. این دوربین البته زوم 10x هم داره، اما خب کیفیتش به خوبی زوم 2x نیستش. واسه همین اگه میخواید از این قابلیت استفاده کنید، بهتره که گوشی رو روی سه‌پایه بذارید. حالت عکاسی شب یا همون نایت مود برای همه دوربینای این گوشی در نظر گرفته شده. اما خب طبیعتاً دوربین اصلی این گوشی کیفیت بهتری در مقایسه با 4 تا دوربین دیگه ارائه میکنه. جزئیات ثبت شده با این دوربین از بقیه دوربینا بهتر و میزان نویزش هم از همه دوربینای دیگه کمتر. دوربینای زد فولد 2 از کیفیت خیلی خوبی برخوردارن. اما خب اگه بخوایم منطقی به ماجرا نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم که بهترین تو کلاس خودشونن. برداری دوربین سلفی داخلی گلکسی زد فولد 2 هستش. یه سنسور 10 مگاپیکسلی داره، درست مثل همین دوربین سلفی نمایشگر بیرونی دستگاه. اینم هم نمونه دوربین سلفی بیرونیه که همون سنسور 10 مگاپیکسلی داخلی رو داره. هیچ کدومشون هم لرزشگیر اپتیکال ندارن. خب اینم ویدیویی که با دوربین اصلی دستگاه به صورت سلفی گرفته شده. سنسور 12 مگاپیکسلی دوربین اصلی حالت استدی مود داره که خودش به صورت خود به خود لرزش ها رو میگیره. دوربین اصلی این گوشی تقریبا تو همه شرایط عکسای خیلی خوبی ثبت میکنه، اما این موضوع برای 4 تا دوربین دیگه همیشه صدق نمیکنه که این موضوع اصلا نمیتونه خوب باشه، چرا که وقتی یه گوشی رو 2000 دلار میخرید توقع دارید که توی همه چیز بهترین باشه، اما دوربینای گلکسی زد فولد 2 اینجوری نیست. سامسونگ برای این گوشی یه باتری 4500 میلی آمپر ساعتی در نظر گرفته. نوع شارژ دهی این باتری بسته به نوع مصرف گوشی خیلی فرق داره، چرا که این دو تا نمایشگر داره، بسته به اینکه از کدوم نمایشگر بیشتر استفاده می‌کنی، بسته به اینکه میزان روشنایی نمایشگر چقدر باشه یا نرخ نوسازی رو چقدر تنظیم می‌کنید، میتونه کاملا متفاوت باشه. اما برای یه استفاده معمول این گوشی تا یه روز میتونه شارژ دهی داشته باشه. بسته به نوع استفاده این یه روز میتونه خیلی بیشتر باشه، میتونه خیلی کمتر باشه. مثلا اگه زمان زیادی و صرف بازی با نمایشگر بزرگ دستگاه بکنید، قطعا زیر یه روز شارژش تمام میشه. اما اگه اصلا علاقه به بازی نداشته باشین و نخواهیم 24 ساعته با گوشی فیلم نگاه کنید، قطعا شارژ دهی گوشی بیشتره. سامسونگ برای گلکسی زد فولد 2 یه شارژر 25 وات در نظر گرفته. البته این گوشی از شارژر وایرلس 11 وات هم پشتیبانی میکنه. این گوشی همچنین میتونه با سرعت 4.5 وات دستگاه‌های دیگر رو هم به صورت وایرلس شارژ کنه. با در نظر گرفتن اینکه گلکسی زد فولد 2 یه نمایشگر خیلی بزرگتر اضافی در مقایسه با گوشی‌های هوشمند معمولی داره، به این نتیجه میرسیم که باتری 4500 میلی آمپر ساعتی این دستگاه عملکرد خیلی خوبی داره. زد فولد 2 سامسونگ مثل همه گوشی‌های دیگه بازار یه سری نقاط ضعف داره و یه سری نقاط قوت. نمایشگر با کیفیت، سخت افزار قدرتمند، نرم افزار به‌روز و باتری با دوام بزرگترین نقاط قوت این گوشی به حساب میان. در مقابل نبود شیار کارت حافظه، جک هدفون، مقاومت پایین نمایشگر داخلی و نداشتن گواهینامه ضدآب ایرادات این گوشی هستن. اما خب باید در نظر داشته باشید که گلکسی زد فولد یکی از خاص‌ترین گوشی‌های بازار به حساب میاد. از طرف دیگه قیمت اونم اونو به یکی از گرون‌ترین گوشی‌های بازار تبدیل کرده. در نهایت این تصمیم گیری بر عهده شماست که آیا می‌خواید 2000 دلار خرج کنید و یک گوشی خاص با امکانات پرچم‌دار بگیرید، یا نه هزینه کمتری صرف کنید و فقط یک گوشی پرچم‌دار بگیرید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. تو بخش نظرات به ما بگید که بررسی چطور بود، خوشتون اومد، راضی بودید یا نه. به ما بگید که اگه 2000 دلار پول داشتید راضی بودید این گوشی رو بخرید یا انتخاب دیگه ای میکردید.
اگه اولین باره که ویدیو سخت افزار رو میبینید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی، تا ویدیو بعد.